سیاه بازی با دلارهای سیاه. حدود 2 ماه پیش پلیس مهاجرت گذرنامه ناجا یک باند 11 نفره از یکی از کشورهای آفریقایی رو در تهران دستگیر کرد. جرم اینها فروش دلارهای تقلبی در داخل کشور بود. یک سری کاغذهای سیاه رو در ابعاد 1 دلاری و 100 دلاری برش میدادند. در میون اینها چند تا دلار واقعی رو با استفاده از مواد اینا رو سیاه میکردن. چند تا از اون دلارهای واقعی که قبلا سیاه شده بود و به این صورت با اون مواد استفاده میکردن و اینها رو سفید میکردن و به دلار تبدیل میکردن و با نصف قیمت دلار در داخل کشور به این مشتری ها میفروختن. اما متاسفانه اخیراً باز 3 مورد از هموطنانم به ما مراجعه کردن که مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند. 1 مورد 50 میلیون تومان، 1 مورد 80 میلیون تومان و 1 مورد هم 160 میلیون تومان با همین شیوه. بله.